با سلام و درود، به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. هدف ما قانون اساسی حکومت پارلمانی ایرانه. برای رسیدن به اون هدف در برنامه قبل توضیح دادیم تا زمانی که هویت ایرانی در میان مردم ایران زنده نشه، قانون اساسی خریداری نخواهد داشت. ولی به مجرد عنوان کردن آموزه‌های زرتشت و کوروش و شاهنامه و قرآن ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران در جهت دین و ناسیونالیسم و فردپرستی منحرف میشه، در حالی که چنین چیزی اصلا وجود نداره. اگر شما این قانون اساسی از وبسایت قانون.org در صفحه دکتر نصر احمدی دانلود کنید و بخوانید، خواهید دید که از اول تا آخر نه تنها یک لغت دینی و ناسیونالیستی و فردپرستی در این وجود نداره، بلکه حتی اگر سعی کنید با تفسیر و سفسطه یکی از مواد اونه به دین و ناسیونالیسم و شاهنامه و زرتشت و قرآن ربط بدید، محاله که موفق بشید. اینه شاید باید هر بار تکرار کنم که اساس قانون اساسی حکومت پارلمانی که دکتر نصر احمدی بعد از 40 سال تحصیل و تحقیق و تدریس قانون نوشته و آنطور که حتی من یک فرد معمولی ایرانی اون خواندم و با سایر قانون اساسی های نوشته شده مقایسه کردم و این چنین درک کردم، میشه که واقعا به شرح زیر: اول، جدایی دین از حکومت و دولت. دوم، جدایی فرد پرستی از حکومت و دولت. و سوم، جدایی ایدولوژی و مرام از حکومت و دولت. اینها وقتی به شما دوباره ثابت میشه که دکتر نصر احمدی کلاسای درس خودش شروع بکنه و در خلال این کلاسای درس و یا در انتهای کلاس ها بحث های قانون اساسی شروع بشه. لذا خواهش میکنم قبل از خواندن قانون اساسی حکومت پارلمانی در این باره قضاوت نکنید. به عبارت دیگه، این قانون اساسی میشه برای حکومت پارلمانی یونیورسال و جهانی دانست و اگر روزی مغولستان و یا آنگولا در مرکز آفریقا که هیچ گونه اشتراک هویتی با ما ایرانیان ندارن، هویت‌هایی مثل زرتشت و کوروش و شاهنامه و قرآن، اگر بخوان یه روزی قانون اساسی حکومت پارلمانی برای خودشون بنویسن، این قانون اساسی میتونن با تغییر نام کشور برای خودشون به کار ببرن. هدف من از عنوان کردن اون ارگانهای چهارگانه هویت ایرانی، بیرون آوردن ایران از اون زنجیر مثلث نکبته که در برنامه قبلی توضیح دادم. شاید بهتر می بود که من در برنامه دیگری با عنوان ارکان چهارگانه هویت ایرانی این موضوع را مطرح می کردم تا چنین شبهاتی پیش نیاد. ولی اگر با اجازه شما تا راه اندازی مباحث قانون اساسی توسط دکتر نصر احمدی و ایشان هم این اجازه را به من دادن که در اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران درباره ارکان چهارگانه هویت ایرانی صحبت کنم، چون فقط با فکر کردن به این موارد و بازنگری و حقیقت یابی است که هویت از دست رفته در ایران زنده میشه. با وجود این، بهتر خواهد بود که دیگر من در اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران
درباره ارکان چهارگانه هویت ایرانی سخن نگم و منتظر باشم تا دکتر نصر احمدی برنامه های قانون اساسی خودش شروع بکنه. ولی توجه داشته باشید که من از 10 سال پیش چندین کتاب در همین خصوص نوشتم که تمام کتاب ها را میتونید مجانی از چمنارا.net دانلود بکنید و در تمام اون کتاب ها قانون اساسی نتیجه گیری در آخر کتاب بوده. من به فعالیت خودم و صحبت کردن درباره ارکان چهارگانه هویت ایرانی ادامه میدم و عنوان سخنانم هم همین خواهد. امروز در خاتمه این برنامه در اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران دوباره سخنان امام جمعه تهران و سخنان امام خمینی در سال 58 و سخنان معلم روحانی آقای احمدی نژاد و رهبر حجتیه و مقتدرترین آیت الله ایران آقای مصباح یزدی میشنویم و بعد از اون من به سخنانم درباره ارکان هویت ایرانی صحبت میکنم. به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان این مردمی که شماها را روی کار آوردن، این مردم کوچه و محله و عرض میکنم زاغه هایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگه قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خونه. که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. اما اون چی قوا میبخشه به این حکومت، مشروعیت الهی میبخشه به این حکومت، مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون، این از طرف امام زمان است. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه برسشی نداریم، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم ها، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداریم. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا برش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه، مردم چه حق داشتن بمونه؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا برش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه، مردم چه حق داشتن بمونه؟ قانون را که خدا فرمود، مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید با یک نگرشمون، نگرش دینی باشه، مردم ما تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون را عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب.
اونا خودشون حاکم شهر و مجتهد جامعه شهر اینا میدونن. مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه. چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. چهار اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرش را نداره. یک، اسلام. دو، ولایت فقیه. سه، جمهوریت نظام. چهار، مذهب رسمی کشور. این چهار اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه، در این چارچوبه باید عمل کنه.